سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت پیش رو، در ساعت یک بعد از ظهر واشنگتن آفتابی اما سرد، با شما خواهم بود در این شماره تفسیر خبر. در این برنامه نیز میپردازیم به آنچه که در عرصه داخلی ایران میگذرد و نیز آنچه که در عرصه منطقه و بین المللی مربوط به ایران و مردم ایران می شود. در عرصه داخلی، آب آشامیدنی تهران آلوده است، مسئولان شهرداری تهران می گویند، و نیز هوای آلوده تهران سبب ساز بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان شده است. آن سوتر، در عرصه بین المللی، مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد. از دولت اوباما نیز خواسته شده است که توجه بیشتری به روند فزاینده نقض حقوق بشر در ایران داشته باشد و مذاکرات اتمی سرانجام به کجا رسیده است و چرا حکومت ایران با پافشاری بر خواستهای غیر ملی خود در این برنامه ایران را به سوی بحران‌های تازه می‌کشاند. با من و شما هستند در استودیوی ایران فردا آقای علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای محسن سازگارا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیزم. سلام و درود به دکتر سازگاره نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. آقای سازگاره خوش اومدید در واشنگتن آفتابی. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آفتابی اما سرد هست و هوای شرق آمریکا. اما آقای نوری‌زاده، بذارین قبل از هر چیزی در مقدمه، البته اشاره نکردیم، در اینجا قبل از هر چیزی وضعیت معیشتی مردم. آب آشامیدنی همچنان در تهران مسئله است، آلوده است. مسئولان شهرداری تهران گفتن هوا آلوده است و بقیه مسائل. بعد صحبت از حکومت جهانی، اداره جهان کردن به دست کارگزاران جمهوری اسلامی هم میشه. آقای چالنگی، تفسیر شما رو بشنویم. بفرمایید. بله، این مسئله آلودگی هوا، همین دقایق پیش من داشتم صحبت میکردم با تهران و میگفتن اصلا نفس نمیتونن بکشن. یعنی واقعا آدمایی که یکم سال خوردن و بچه‌ها، زنای باردار، گفت خیلی اینا پا و ران زیبایی دارن، لب خزینه میشینن، خیلی هوا رو اینا سالم نگه داشتن، پارازیت مایکروویو هم میدن برای تلویزیون. ببینید آقای چالنگی، ما در سرزمینی زندگی میکنیم، کشور ما، سرزمین ما ایران، حالا ما دور هستیم ولی به هر حال دلناگران و دلمشغول اونجای شما. اگر دقت بکنید، یک اقلیتی عمامدار و بی عمامه، اینا مسلط شدن بر قدرت، انواع و اقسام وسائل رفاه هم براشون فراهمه. من باغ آقای محسن رضایی رو میدیدم، اصلا باورم نمیشد این باغ محسن رضاییه، که شما خانواده رضایی رو میشناسید در منطقه اونجا و میدونید در مسجد سلیمان قبلا چوپان بودن پدرشون و
حالا آقای سبزوار رضایی اومدن تهران و سپاه و دانشگاه و اخویشون هم که دکتر شدن نماینده مجلس. ولی غرض اینه من باغ ایشون رو دیدم حیرت کردم. خب شما وقتی همچی باقی دارید با اتومبیل های کولردار فور ویل درایو هم رفت آمد میکنید، زیاد کاری ندارید اون مردمی که دارن تو اونجا جان میکنن، اون مردمی که تو صف اتوبوسن، توی مترو هن، توی هوای خفه هستن، براتون زیاد مهم نیست. آقای خامنه‌ای براش یه بهشت درست کردن در چهارراه آذربایجان، لواسان رو داره، قصر شاه رو در رامسر تصاحب کرده، باغ ملک آباد رو داره، کوه تشریف میبرن با هلیکوپتر، خلاصه هر چی بخوان در اختیارشونه. پس زیاد به فکر مردم نیستن. اون عده‌ای هم که به فکر مردم اگر ذره‌ای باشن آنقدر دست و پاشون رو میبندن، راهشون رو میبندن، کاری نمیتونن بکنن. اینا فکر کردن در یک کوچه 5 متری اگر آسمان خراش بسازن همه میان میگن به 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 عجب کشور پیشرفته ایه. ولی فکر نکردن 8 تا آپارتمان جدید در اینجا که میاد احتمالا 8 تا ماشین هم میاد. این 8 تا ماشین کجا میخواد پارک بکنه؟ یک وضعی در تهران درست کردن، اون کوچه های زیبای پل رومی و قلهک و دولت و همه اینا شده آسمان خراش. خب اینا آلوده میکنه هوا رو، نوع زندگی آلوده میکنه هوا رو، اون بنزینی که به مردم میگن هوا رو آلوده میکنه. شاید ایران یکی از آلوده ترین کشورهای جهان باشه. الان میگن اهواز نفس نمیشه کشید، اصفهانی که همیشه هوای عالی داشت، تهران هم که تکلیفش معلومه، مشهد هم تکلیفش معلومه، تبریز هم تکلیفش معلومه. تمام این آقای چالنگی برمیگرده به یک خطای بزرگ یک ملت که تصور کرد این مردان خدا اگر بیان ایران بهشت برین میشه و یادشون رفت بختیار صد بار گفت آقا نعله آخوند از پوتین سرباز خیلی خطرناکتره، خیلی بدتره. و حالا نشستیم قصه میخوریم برای خانواده هامون در ایران، برای هموطنانمون که هوای آلوده دارن. همه چیز این نظام آلوده است، چی دیگه میخوایم باشه که تمیز باشه؟ خب آقای سازگار ببینیم پیامدهای این آلودگی ها افزایش روزافزون به اصطلاح سرطان هست در تهران و جای دیگه، یکی از پیامدهاش به اضافه اشعه ها یا مثلا پارازیت هایی هم که میفرستن اون هم اضافه شده که انجمن بین المللی، سازمان بین المللی مربوطه هم هشدار داده در این زمینه. قربانی ها یکی پس از دیگری، هم خواننده جوان ایرانی هم که به سرطان مبتلا بود و رفت، مرتضی پاشایی هم یکی از قربانی ها و بقیه و بقیه و بقیه که خانواده بهرامی. دولت در این مسئله مشغول روزخانی است. آقای حسن روحانی تکه دولت درست کرده، یعنی در واقع دولت رو کرده تکه دولت. روزخانی در ماه محرم بسیار هم خوب هست، شاید اعتقاد دارم، ولی جاش که در دولت نیست، دولت کارش جای چیز دیگه است. تفسیر شما رو میشتم واقعا چه کردن برای این مصیبت های روزافزون رو واقع بعد بخرم کاملا. یعنی دو عنصر حیاتی آب و هوا مشکل جدی در کشور ما هست و به این آب و هوای آلوده همطور که فرمودین پارازیت رو هم باید اضافه کرد که تولید خود حضرات ITU International Telecom Union، سازمان جهانی مخابرات که تقسیم فرکانس ها رو در دنیا انجام میده، در کنفرانس که الان در کره هستش اخطار کرده که کشورهایی که فرکانس برای پارازیت کردن ماهواره تولید میکنن این فرکانس های قوی سرطان زاست، نرخ رشد سرطان مغز رو بالا میبره. البته ITU ازش انتظار هست که برخورد جدی تری بکنه، برای اینکه ایران هم از امضا کنندگان اونه، به همین دلیل هم یک رنج فرکانسی به هر کشوری میدن و الان فرکانس هایی که ایران تولید میکنه به طور افقی میفرسته که فوق العاده برای مردم زیان داره، برای پارازیت فرستادن روی ماهواره ها، روی همین برنامه ما و تلویزیون های
مختلف، این غیر قانونی است. لذا ITU می تواند به ایران فشار بیاره و حتی فرکانسش رو ببنده اگر گوش نکنه. در نتیجه تمام دستگاه های کشور هم در واقع از کار می افتند. می توانند تحریمش بکنند. به حال اتفاقا پاره ای از فعالین مدنی در خارج از ایران با ITU همین صحبت ها رو کردن و در میون گذاشتن. در مورد آب آقای چالنگی که مشکل بزرگ و جدی است، در تهران اعلام کرد یکی از اعضای شورای شهر تهران که 5 برابر حد استاندارد جهانی نیترات در آب آشامیدنی تهران هست که عمدتا فضولات انسانی در واقع. علتش هم این است که شبکه دوله‌کشی آب تهران فرسوده است و به محض اینکه فشار آب کمی توش کم میشه، ترکایی که داره، فرسودگی که داره، از اطراف جذب میکنه، آبای زیر زمین بهش جذب میشن که اون آبها به دلیل نوع فاضلاب تهران که مردم چاه میکنن اینا به شدت آلوده است و آب تهران یک درمان اساسی میخواد که اساسا آقایون به فکرش نیستن. و هوا هم آقای شالنگی باور بفرمایید، کل مملکت ما 14.5 میلیون اتومبیل توش هست. در تهران که پرتراکم ترینه 3 میلیون، 3.5 میلیون، با حد اکثر 4 میلیون اتومبیل هستش. در اگر به نرخ تهران بود، در نیویورک که نزدیک به 18 میلیون اتومبیل فقط در نیویورک بزرگ هست، مردم نیویورک باید تا به حال 5 دفعه مرده بودن همشون. ولی در حالی که در دنیای مشکل رو حل کرد، اتومبیل ها همگی یک کاتالیک کانورتور دارن توی اگزوزشون که در ایران هم قابل نصبه. قیمتش هم شما از مغازه بخرین 60 دلاره. عمده فروشی دولت بخواد بخره 20 دلار هم شاید ارزونتر بتونه از دنیا آخرین استانداردش رو بخره، اجباری کنه که در اگزوزای ماشین بذارن، لااقل 60-70%، 80% آلودگی رو میگیره. بعدم روی موتور هم، موتورهای جدید اتومبیل ها هم تغییراتی رو دادن. 2 تا طرح دیگه در واقع روش هست که اون هم آلودگی ماشین های بنزین سوز رو به صفر میرسونه. و در حالی که در کشور ما، من خاطرم هست خود مرکز تحقیقات سایپا کار که کرده بود، اتومبیل پراید آلوده کننده ترین اتومبیل حتی از پیکان بیچاره ای است که 50 سال سن نشه و شب و روز داره ماشین غیر استاندارد تولید میکنن، 2 تا کارخونه بزرگ و چند کارخونه کوچیکتر خودروسازی، و استانداردهای جدید رو ندارن. در نتیجه اصلی ترین منبع آلوده کننده هوای تهران و شهرهای دیگه اول اتومبیل های بنزین سوز، بعدم حالا که ریزگرد هایی که ناشی از خوش شدن دریاچه ها و باطلاق ها و هور و غیره و غیره. بنابراین ببینید، من واقعا میتونم بگم دولت ها در قدیم اگر نالایق و ناکارآمد بودن، حد اکثر بلایی که سر مردم می آوردن حکومت ها این بود که یه مقداری ناامنی می شد، یه مقداری نمیدونم مالیات رو می بردن بالا. در اما امروزه در عصر تکنولوژی، حکومت ها به دلیل تکنولوژی تغییراتی در زندگی میتونن بدن که فاجعه بار میتونه بشه و کمان کرد و شده واقعا. و حکومت که نالایقه و نمیداند که باید چی کار بکنه، به قول آقای نوری‌زاده اصلا دلشون هم نمیسوزه برای مردم، ظاهرا دلشون برای کوچه پس کوچه های غزه خیلی بیشتر از تهران میسوزه. همین شهرداری اعلام کرده در جمع‌آوری زباله تهران، پیمانکارانی که این کارو میکنن رسما کودکان رو به کار گرفتن. یعنی چند میلیون کودک کار و در کشور هست. خود شهرداری هم یکیش و ده ها مشکل دیگه. واقعا به قول شما حالا به جاش برن روزه بخونن رو به آقای روحانی. در هیئت دولت آقای روحانی روزه به قول خودشون رقیه رو خوندن و به هر حال بعد از زمان قاضی روزه رو شما بلند شو بی زحمت شب برو تو هیئت محلت بخون،
تو پشت میز دولت که میشینه اون وقتی که نه دیگه الان به وضعیتی رسیدن ظاهرا کسر شن برای خودشون میدونن که بر منبر مسجد محل یا جای دیگه به آقای خامنه ای خوب دیگه مدت هاست دیگه روزه نمیخونه کسر شن خودشون میدونن دیگه روزه خانی ساعت ها به فکر درد مردم باید باشن آقای چالکی. آقای نوریزاده عزیز راه حل ساده تر این که آقای جنتی گفته که چرا این همه راه ها رو بریم. آقای جنتی همین امروز در نماز جمعه گفته که این وقایعی که پیش میاد از قبیل سیل و زلزله و همه این مشکلاتی که پیش میاد این همه ناشی از آثار گناه هست آقای نوریزاده. و واقعیت اینه آقای نوریزاده با این پولی که هست با همین 95 میلیارد دلار که یک قلم هست زیر نگین آقای خامنه ای نمیشه مشکل آب و مشکل هوا رو در تهران و جای دیگه حل کرد آقای نوریزاده؟ بدون شک آقای چالنگی میشه، بدون شک همه کارها را اگه یه دولت لایق داشتیم روزخون نداشتیم همه چی میشد حل کرد. من یه نکته رو اضافه کنم در باب آلودگی آب. اگه یادتون باشه آقای چالنگی آب تهران در واقع مطبوع ترین آب بود توی ایران، یعنی همه که میمدن تهران میگفتن این سد کرج و آبی که به داخل تهران میاد آب بسیار، ما هیچ وقت اونجا آب معدنی نمیخوردیم که الان باب شده همه مردم باید آب معدنی بخورن. ولی اون وقت اگر یادتون باشه آب تهران املاش به مناسب به جا از سد کرج میمد. الان هم سد لطیان و هم سد کرج به خاطر مصرفی که مصرف خیلی زیادی که این تشکیلات نظامی اینا داره و کارهای که حالا لوله کشی کردن به کجا بردن چیکار کردن کاری ندارن، یه دفعه آقا اراده میکنن وسط کویر آقای رفسنجانی که میخواستن دریای مازندران رو به خلیج فارس وصل کنن. از این پروژه های که از نادانی سرچشمه میگیری یه مقدارم اونا لطمی زده. ولی در مورد آلودگی هوا غیر از ماشین که خب این سوخت ماشین های یه وسیله است که داره میشه، طبیعتا محاصره کردن پایتخت با یه مش تأسیسات و کارخانه و غیره خود اینم بر سطح آلودگی افزوده و نوع معماری شهر رو عوض کردن. شهر تهران یک به قول عربا متنفسی داشت، تنفسگاهی داشت که همانا شمیران و اطراف و اینا بود، اون باغ‌ها اینا همه بین رفته. پس باز بر میگردیم به نقطه اول، ما با مجموعه قوم و ظالمینی روبرو هستیم که از هیچ جنایت و ظلمی فروگذار نمی کنن. این مردک احمد جنتی رو باید گرفت سر نماز جمعه فلکش کرد، گفت از گناهان مردم این کارا میشه. خب تو که با خانوادت از همه بیشتر گناه کردی، چقدر اول انقلاب آدم کشتی، چقدر دزدی کردی، تو که بیشتر از همه گناه کردی، حق مردم رو خوردی، رأی مردم رو باطل کردی. گناه رژیمی سر تا پا گناه آلوده است، بنابراین مردم چرا باید هزینه گناه این رژیم رو بپردازن؟ البته ما هزینه یه چیز رو میپردازیم. من باز ببینید هر بار اینو میگم، تا نسل جوان ایران بدونه پدر و مادرش مقصرن، بدونه ماها مقصریم، کسانی که رفتن تو خیابون برای خمینی داد زدن مقصرن. این رژیم رو برداشتیم آوردیم نشوندیم جای یه رژیم مدرن، دیکتاتور بود اما مدرن بود، قابلیت اصلاح داشت و میتونست محمد رضا شاه میره پسرش میمد رژیم تحول پیدا کنه. ولی اینجا جای اصلاحی وجود نداره، مصلح خوبی خاتمی رو آوردیم گذاشتیم، چی شد؟ با گریه پاشد رفت بیرون. آقای روحانی اومد با یه خروار وعده. آقا نمیشه در رژیمی که یک بدعت نامبارکی به نام ولایت فقیه باشه اصلاحات صورت نمیگیره. الان آقای ظریف پاشده با بدبختی و عشق برگشت تهران، یک سال مذاکره 24 باید نتیجه بده، به کجا رسید؟ چون آقا نمیخوان. خب وقتی آقا نمیخوان این دیگه کارش نمیشه کرد، تو هیچ دیکتاتوری هم اینجوری نیست که آقا نمیخواد. خب آقای سازگار صحبت نسل جوان شد، نسل جوان به هر حال دارن از هر امکان و فرصتی استفاده میکنه تا نشون بده چه میخواد و چه نمیخواد. از جمله یکی از جوانان اشاره کردم در بخش قبلی، خواننده پاپ، خواننده نازنین جوان گرامی مرتضی پاشایی که درگذشت، جوانان آمدند به خیابونها
برگزار کردن از مراسم بدرقه مرتضی پاشایی را، اما دیدیم که حتی حکومت مراسم تشییع جنازه یک هنرمند رو هم بر نتاب. چکمه های نیروهای ولایت فقیه شمعهایی رو که در این مراسم روشن کرده بودن خاموش کرد. چرا؟ به نظر شما اون چرا که آقای نوریزاده گفتن جوانان سعی خودشونو میکنن که نشون بدن راهی که رفته شد تا به اینجا غلطه و دنبال راه جستجوی راه جدید هستن، اما نگرانی حکومت چی هست از این بابت؟ پدیده واقعا در گذشت مرتضی پاشایی و تشییع جنازه‌ای که در سراسر کشور و عزاداری که برای او شد، به قول نیویورک تایمز نوشته بود از بعد از جنبش سبز بزرگترین تجمعات مردم بود. در بیش از 60 شهر کشور هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند در کمال آرامش و با نظم خیلی خوب و انگار که یک برنامه ریزی دقیق همه اونها رو به حرکت درآورده. این پدیده آقای چالنگی بیش از هر چیزی الان حکومت رو تا اونجا که من خبر دارم در محافل امنیتی و درونیش هم آشفته کرده، هم متوحش کرده و هراسان کرده که این مردم و به خصوص نسل جوان چگونه واکنش نشون داده. من شخصا فکر میکنم چند مسئله رو میشه ذکر کرد در این خصوص. اول اینکه علارغم خواست استبداد دینی حاکم بر ایران که مردم رو منفرد و جدا از هم میخواد، مردم هر لحظه که امکانی پیدا بکنن ذات آدمی زاده احتیاج به اجتماع و با هم بودن داره. این با هم بودن رو نشان میده و نیاز خودش رو رفع میکنه و به رخ میکشه، به رخ استبداد میکشه. این اصلی ترین دلیلی است که حضرات هم میترسند، از اجتماع مردم میترسند. نکته دوم به نظر من در این حادثه مهم که توجه تمام دنیا رو هم جلب کرد، مسئله قدرت شبکه های اجتماعی است. یعنی اینکه چگونه در فلان شهر مردم سر یک ساعت در یک مکان معین با هم جمع شدند برای ادای احترام به درگذشته هنرمند، این اتفاق نیفتاد مگر با قدرت وایبر، فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی که به سرعت میتونه خبر رسانی کنه. به هم دلیلم آقای روحانی چند ماه بود جلسه شورای عالی مجازی رو نمیرفت و تشکیل نمیشد، اما به فاصله کوتاهی دو بار جلسه تشکیل دادند که چه خاکی باید به سر اون بریزیم. آقای وزیر ارتباطات واعظی رو مأمور کردند که باید فیلتر بکنی و حداقل فیلتر هوشمند بکنی این شبکه ها رو، لابد مثلا اینجور خبرها رو شبکه خودش کنترل بکنه. نکته سوم در خصوص این حادثه آقای چالنگی قدرت موسیقی رو نشون میده. موسیقی که در کشورهایی مثل اسلوونی اساسا کنسرت پاپ نهایتا مردم رو جمع کرد و کمونیست ها رو سرنگون کرد، یا در جمهوری چک یا خیلی جاهای دیگه. و در ایران هم تا الان بیش از 700 گروه موسیقی زیرزمینی پاپ و راک شناسایی شدن، خودشون رو اعلام کردن و احتمالا بسی بیش از این هاست و نشون میده که قدرت موسیقی و ستاره های موسیقی چقدر بسیج کننده است و چقدر مردم در واقع به راحتی همراهی میکنن با پخش آهنگش، با حرکتشون و عوامل دیگه. ولی به نظر من این حادثه حکومت رو حق داره که وحشت بکنه، برای اینکه میفهمد که این مردم باهاش با این روش مخالفت میکنن و کابوس جنبش سبز در واقع به نظرم شب دوباره به سراغ آقای خامنه ای رفت و ایشونو بردن اون آقای نوریزاده فراموش کردن اون آمول رو بگن که وسط مقر سپاه تو کوهستان برای ایشون کاخ ساختن و حالش که خیلی بد میشه یه هفته میبرنش اونجا. خب آقای نوریزاده، آقای نقدی یکی از همین پاسداران بازگشته مثل اینکه به کشور
قرار بود اون ور رو به اصطلاح پیروزی برای در یه جنگ بالاخره شکست طرف مقابله و به طریق اینا غنیمت گرفتن از طرف شکست خورده، اما برگشتن و این ور غنیمت گرفتن بله پاسدارا بله و بعد منت رو بر سر ملت گذاشتن که ما در جنگ بودیم و چه کردیم و جانفشانی کردیم. چون این نیست، شما در جنگ بودید اما پیش از اون ارتش قدرتمند ایران رو منحل کردید. کسانی به جبهه رفتن که کوچکترین دانشی از جنگ نداشتن، آقای محسن رضایی و آقایون دیگه و آقای نقدی و بقیه همه فرماندهان سپاه پاسداران بدون هیچ بحثی ارتش ایران رو نخست منحل کردن و بعد به جبهه رفتن و نتیجه جنگ معلوم. به قول آیت الله منتظری، آقای رفسنجانی هم با تلفن جنگ رو هدایت کردن. ایشون گفته که امر به معروف یکی از ابراز محبت هست، اسید پاشیدن و همین که شمع‌های مجلس بدرقه مرتضی پاشایی رو خاموش کردن، این یک نوع ابراز محبت. آقای نوریزاده شما چه تفسیری دارید؟ گفت از این دنبوریده هر چی بگی برمیاد، محبتش هم ممکنه اینجوری باشه. اما بذارید دو سه نکته رو من در باب زنده یاد مرتضی پاشایی که در این حال یه اشاره هم به مجید بهرامی هنرپیشه تئاتر بکنم که اون نازنینم به مرض سرطان درگذشت و به وزیر ارشاد هنرمندا هشدار داده بودن راجع به این سرطانی که همینجوری داره بهترین عزیزان ما رو مبتلا میکنه. به خاطر همین آلودگی ها، همین فضا پارازیت و غیره و غیره، کاری ندارم. ببینید، یک همایش خودجوش در بهشت زهرا بود، خب قابل قبوله، پیکر اون عزیز رو بردن و اونجا گویی که حالا شنیدیم که پیکر رو شب دفن کردن، نمیدونم، حالا شایعات مختلف. در هر حال قم چی؟ 50,000 نفری که تو قم رفتن، مشهد چی؟ 100,000 نفر رفتن، اصفهان چی؟ این یک نکته رو نشون میده، اینی که اگر یک محور مشترک بین مردم ایران وجود داشته باشه، این مردم از بیرون آمدن دریغ نداره. 4 سال قبل، 5 سال قبل اون جمعیت میلیونی که اومد، زمانی ارادش صلح شد، نه با سرکوبی، زمانی که شعار بازگشت به عصر طلایی امام تکرار شد. الان اگر به نظر من یک استراتژی معین باشه، مردم بدونن که فردا بعد از رژیم جمهوری اسلامی چیست. من یه مقاله نوشتم، یه فردا رو روشن کردم، یه سید عراقی میخواد بیاد بشه رهبر جمهوری اسلامی با کمک گروه اصحاب اهل حق و بسیج همین آقای نقدی، اما این مردم قادرن فردای دیگری ترسیم بکنن. در صورتی که بدونن فردای پس از رژیم چیه، اینجاست که وظیفه فعالان سیاسی اپوزیسیون، چهره های مورد اعتماد مردم سنگین میشه. مردم باید بدونن فردا چیه، همین جوونا باید بدونن آیا فردا اگر قرار این رژیم بره، حکومت بعدی در اندیشه سرنوشت اونا هست، در اندیشه یافتن کار براشون هست، در اندیشه رفع آلودگی هوا هست. اینا مسائلی است که به نظر من این نوع مراسم، این نوع مناسبت ها بیش از هر زمان گوش زد ما میکنه که ما این طرف در ساحل حالا امان یا ناامان حواسمون باشه. بدون نکته دیگری که شما اشاره فرمودید که به نظر من بسیار قابل تأمله، ببینید آقای چالنگی، شما وقتی داستان مجلسی رو بهارالانوار 128 جلد رو میخونید، یا به قول اینها امهات کتب شیعه رو، چیزی که تو این حوزه ها دارن درس میدن، تمام اینا مبنا بر روایاتی است که نقیضش رو 4 صفحه بعدش میبینید. یه مش چیزای سستی که پایه و اساس نداره و بر مبنای این مسائل سست مملکت داری نمیشه کرد. آخر عهد صفویه از زمان شاه سلیمان به بعد و زمان شاه سلطان حسین همین وضع رو داشتیم. اشرف افغان یا محمود افغان بیگانه نبودن، بخشی از امپراتوری صفوی رو داشتن. به خاطر ظلمی که نوری مالکی اون زمان به سنی‌ها میکرد، بلند شدن داعش افغان درست شد.
آنچه که در عراق میبینیم و آقای رفسنجانی اقرار میکنه، الان هم یه مش روزخون که منطقشون نوک دماغشونه و هنوز ناله میکنن که عمر فاطمه زهرا رو زد، امام علی هم رفت و پستو قایم شد. اینم منطقشونه. تو کربلا هم عمر و عثمان و ابوبکری کشته نشدن. اینا منطقشون اینه دیگه. ولی خب میدونیم که اینا فرزندان حضرت علی و امام حسین بوده. این آدما با منطق روزخانی، فریبکاری و دروغ، با آقای خمینی اقتصاد چتکه، پول نفت و در خونتون میدیم، فکر کرده این مملکت میشه اداره کرد بدون اینکه شعور اینا برسه. آقا مملکت منبر نیست، مملکت مسجد نیست، مملکت ضوابط و قوانینی داره. 100 سال پیش مشروطه اومده اینجا، رضا شاه فداکاری آدم قدرتمندی اومده تو 16 سال سلطنت این مملکت رو زیر رو کرده. شما نمیتونید برگردونید ایران رو به عصر مکتب خونه، ولی این کار رو دارن میکنن. این دانشگاه های جامعه المصطفی العالمیه، جامعه الامام خمینی، یک مش دکون و حوزه که برن این کتاب های آشغال خودشون رو اونجا درس بدن. مملکت رو داره روزخون اداره میکنه با منطق روزخون، با همون جش هرمله. یعنی فکر کنید هرمله است یا آقای مثلا یزید کیه؟ آخونده میگه در زمان شاه مرحوم کافی این آنتنا رو میدید میگفت اینا علم یزیده. نه، الان علم یزیده به علت اینکه تمام اون اوصافی که از زمان یزید میکنن ما به چشم داریم میبینیم، با یه تفاوت. زمان یزید مردم حالم میکردن، خود یزیدم اهل شعر و موسیقی و رقص و آواز و غیره بود، مردم بیچاره اینم ندارن و باید با ترس و لرز دوتا موسیقی گوش بدن. خب از این طرف الان کار دین به جایی رسیده یا کار اعتقادات مذهبی که همین بابا نقدی در این حال ادعا کرده که این وظیفه به امر به معروف و نهی از منکر، ما تا اونجایی که میدونیم خداوند به پیامبران وظایف محول میکرد مستقیما، گفته خیر از طرف خدا به عهده بسیجیان گذاشته شد مملکت. این واقعا خب دیگه من نمیفهم چی باید گفت راجبه. اما اون سازگار این مملکت داری به همینجا میرسه که دیگه حالا صنعت و همه اون چیزهایی که شما اشاره کردین، پیشکش، کالاهایی که در دسترس ذهن روحانیت هست، روحانیت حاکم، طبقه حاکم هست، اینا رو دیگه حداقل باید تولید میکرد. یعنی از آفتابه گرفته تا بقیه وسایل، مثلا مهر و تصویر رو از چین وارد میکنن. یا اینجا دبیر شورای مشترک اتاق ایران و ترکیه گفته، اعلام کرده آقای ابراهیمی، 1,000,000 پیراهن مشکی برای محرم از چین وارد کردن. دیگه این که دیگه امپریالیزم و شاه و به قول خودشون نیست که جلو رشد صنایع داخلی رو گرفتن. چرا؟ چرا ایران برسه به جایی که پیرن محرمش رو در یک حکومت مثلا اسلامی و شیعه باید از چین وارد کنه؟ این چه به روز صنعت مملکت رو؟ بله، به خصوص صنایع نساجی ما که قدیمی ترین و بزرگترین صنایعمون هست و روزگاری نزدیک به 500,000 نفر مجموعا در صنایع نساجی به کار مشغول بودن، ورشکست شد در مقابل قاچاق واردات کالای نساجی، پارچه و پوشاک، به خصوص از ترکیه و بعد هم از کشورهای دیگه مثل چین. ببینید این روش در واقع ورشکست شدن صنایع نساجی ما، یک بخشش مسئله قاچاق ورود این کالا هاست که عمدتا دست سپاه، و یک بخشش ارز ارزان قیمتی است که به اصطلاح ارز کالاهای اساسی رو با ارتباط از دولت میگیرن، 2,600 تومان، و اون موقع هم که مصنوعا 1,000 تومان پایین نگهش داشته بودن، کالای وارداتی ارزونتر از تولید کننده داخلی در میاد. و نکته سوم این که صنایع نساجی ما سالهاست احتیاج به بازسازی داره، ماشینالات نو میخواد و روزآمد و همراه تکنولوژی های جدید دنیا میخواد که از اون محروم بوده، در نتیجه با راندمان پایینتر ناچار تولید بکنه و قیمت تموم شده گرونتر، گاهی کیفیت نازلتر. مجموع این عوامل دست به دست داده و
صنعت نساجی ما رو عملا برشکست کرده. کارخانجاتی مثل نساجی مازندران که اساسا برشکست شدن، تعطیل شدن، خیلی از اونها هم بسته شدن یا در حال به اصطلاح بسته شدن هستن. این محدود به صنعت نساجی ما نیست، سایر صنایع ما هم در مقابل کالاهایی که قاچاق سپاه سالیانه نزدیک به 20 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد میکنن، نه عوارض میدن، نه سود میدن، نه مالیات میدن، نه گمرک میدن، نه چیزی. بذاریدش کنار کارخانه دار بدبختی که باید دستمزد بده، مالیات بده، آب، برق و صدها هزینه دیگه و ارز گران قیمت بهش، اگر بدن اگر ندن، وقت میبینید که به راحتی کالای وارداتی میتونه تولید کننده داخلی ما رو در عرصه های کشاورزی، صنعتی، معدنی و غیره ورشکست بکنه. این اون مکانیزمی است که پدر صنایع ما رو در آورده و 6.5 میلیون کارگر صنعتی ما رو با بحران بیکاری مواجه کرده، با فقر دست و پنجه نرم میکنن. حاصلش هم این که خود شورای اسلامی کار تهران میگه خط فقر برای یک خانواده 4 نفره دست کم 3 میلیون تومان باید برآورد بشه در ماه، اما یک کارگر به حداقل دستمزد که داره میگیره با اضافه کاری و حق مسکن و حق اولاد و همه رو هم روش بذارید، اگر تازه اون کارگیرش بیاد 800 خورده هزار تومان میگیره. یعنی کارخانجات فقیر، مریض و گرفتار اولین فشارش به کارگران میاد که با صدها مشکل دست و پنجه نرم میکنن و تازه اگر کارگیرشون بیاد، یعنی بیش از 24% آماری که همین هفته گذشته اعلام شد، از هر 4 خانوار ایرانی یک خانوار هیچ نوناوری نداره، یعنی هیچ کس درش اشتغال نداره، یعنی 25%، یعنی نرخ بیکاری واقعی برخلاف آمار دروغی که دولت منتشر میکنه 25% و ای بسا بیشتر از اونه. بنابراین این فاجعه جز سوء مدیریت، نشناختن مکانیزم های اقتصادی، عدم اتصال به صنعت دنیا که یک پدیده جهانی است و نبودن قانون و گمرکات درست حسابی و حاکمیت قانون، اینها این فاجعه رو خلق کرده که صنعت نساجی یکی از قربانیان بزرگش. خب آقای سازگارا اشاره کرد که از هر 4 خانواده یک خانواده نانآور نداره، ملایان شیعه که الان حکومت میکنن، آقای خامنه ای و بقیه بر منبر بارها گفتن روایت های مختلف که امام اول شیعیان به طور پنهانی شبها نان و خوراک به در خانه های مردمانی میبرد که درآمدی ندارن، زنان بی سرپرست، یتیمان. من مطمئن هستم که در نظام جمهوری اسلامی هم چنین میکنن، آقای خامنه ای و بقیه هم حتما شبانه چنین میکنن، اما امدادهای غیبی باعث گمراهی اونها میشه، چون به جای بردن درآمدهای ملی به در خونه مردم، اونها رو امدادهای غیبی باعث میشه که به طرف بانک های سوئیس و اروپا و جاهای دیگه منحرف بشن، وگرنه خب چون این کاری رو شده نیست. آقای نوری زاده اشتباهی میرن آقای چطنگ، بله راه رو احتمالا راه نماهای اشتباهی دارن، دب تاریک گم میکنن میرن تو بانک سردر میرن. بله آقای نوری زاده، و در تاریخ هم اومده که رضا شاه اشاره کردید شما، موقعی که به دیدار کارخانه کازرونی رفت بسیار خرسند شد و اشک بر چشمش اومد وقتی لباسای سربازان محصول کارخانه داخلی بود. اما میبینید که پیرن محرم رو از چین کمونیست وارد میکنن و همینطور تسبیح شما یادتونه آقای مؤمنین و مؤمنات رو یادتونه سال 55 به بعد 57 تا 56 این کچلوار برکی که تو ایران اومده بود با پارچه وطنی، پارچه های اخوان، کچلوار های درست میکرد که واقعا آدم اینجا تو لورجان نظیرشون میدید، بسیار شیک، بسیار زیبا و با قیمت های مناسب. خب ما یک خاطری براتون بگم سریع. مرحوم پدرم
محصل بوده در کالج اصفهان، رضا شاه میاد اونجا و همه اینا لباس وطنی تنشون بوده، منتها کالج اصفهان چون مال انگلیسا بود مثلا شلوار کوتاه پاشون بوده، حالا به هر شکلی. میگفتش که این با کازرونی اومد و سارم الدوله پسر زل سلطان، منتها بعد همینجوری که ایستاده بودن معرفی کردن، استاندار گفت سارم الدوله، گفت چی؟ گفت زود سارم الدوله، گفت اکبر مسعود قربان، چون لقبا رو برداشته بودن. بعد نگاه کرد بهش که سارم الدوله، این جد و آباد تو که اینجا بودن، یه بار اینا همت کردن یه کارخونه بزنن، این بچه ها لباس های اینجوری همه مثل هم بپوشن. بعد پشت کازرونی زد گفت درود بر تو، انشالله وطن ما مثل تو بازم داشته باشه. و داشت وطنمون، مگه ما اون صنایعمون درست نشد در دهه 40 و 50؟ ما اون همه صنعت در کشورمون، از فولاد، اتومبیل سازی، از هر طرف رو شما نگاه میکردید یه صنعتی در مملکت ما کار میکرد. این رژیم نکبتی که با خودش رو برد، اولا چرا باید مثلا کارخونه پیکان آقای خیامی باید مصادره بشه؟ چرا باید نورد اهواز مصادره بشه؟ چرا باید تأسیسات لاجوردی ها مصادره بشه؟ گروه صنعتی بهشهر و تمام تأسیساتی که در کشور ما، ارج و نمونه های دیگر، ایروانی، کفش ملی، کفش بلا، نمیدونم دونه دونه، چرا اینا باید مصادره بشه؟ برای که یه مش آخوند دزد بیان پنجه بدادن، آقای هادی قفاری استارلایت رو بگیره، کارخانه کندوم سازی نصیب شیخ محمد یزدی بشه، اون یکی نصیب اون یکی بشه، شکر فروش هم ایران ناسیونال هم اینطور و بقیه. بله چه کار کردن با ایران ناسیونال؟ شما آقای مهندس خوینی ها اونجا امریکا هستن، ازشون بپرسید، ایشون در مجلس بود یک کنکاش و تحقیق رو راجع به ایران ناسیونال شروع کرد، دزدی هایی از اونجا آورد بیرون که بدن پشت آدم سوت میکشه. منظورم اینه آقای چالنگی، با یک رژیم دزد و روزخون، با کتاب بهارالانوار، قرن 21 مملکت رو نمیشه اداره کرد. اینها روز به روز ما رو مفلوکتر میکنن، بدتر میکنن. اما اگر البته میگم این اتفاقات عراق و سوریه نیفتاده بود، مردم ما تالا خیلی مدتها بود که خدمت این رژیم رسیده بودن. اما روزی که اینا برن، مصیبتی برای بعدیا میمونه. صفویه که رفتن خب دیدیم چه مصائبی برای، اما یه نادری ظهور کرد، بالاخره ایران رو دوباره یک پارچه کرد درست. اینا من نمیدونم وقتی برن چه سرزمینی باقی میذارن، چه چیزی میمونه، یک ایران یک پارچه، تکه پاره، آشفته، نمیدونم. ولی واقعا این مصیبت ما مستحقش نبودیم که گرفتاری همچین رژیمی بشیم. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگر. آقای سازگاران، جدا از مسائلی که الان دولت اوباما درگیر هست به خاطر اکثریتی که به دست جمهوری خواهان افتاده و دوره تازه به زودی شروع میشه، یعنی در ژانویه، دو تا مسئله در ارتباط با ایران اتفاق افتاده، من بیشتر برای بینندگان میگم. یکی کنگره آمریکا، نمایندگان مجلس نمایندگان، نامه‌ای که نوشته راجبه نقض حقوق بشر در ایران و خواستار توجه بیشتر دولت اوباما شده، و یکی هم خب 43 سناتوری که درباره برنامه اتمی دولت ایران، حکومت ایران، هشدار دادن به اوباما که باید قاطعانه تر عمل کنه و تمدید نکنه. دو مسئله مجزا و در این حال مرتبط بود. نخست میخواستم درباره اهمیت هشدار کنگره نقض حقوق بشر در ایران تفسیر شما رو بشنویم. بله، یعنی یک قطعنامه مجلس نمایندگان امریکا تصویب کرد که آقای ادرویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، و یکی دیگه از نمایندگان بانی این قطعنامه بودند که به شدت مسئله حقوق بشر در ایران رو مطرح کرده و از مردم هم از دولت اوباما هم خواسته که مسئله نقض حقوق بشر در ایران
و لغتی که در این قطعنامه به کار بردن خوی وحشیگری حکومت ایران رو مد نظر قرار بدن در هر مذاکره‌ای و بحث حقوق مردم ایران رو ملحوظ نظر داشته باشن. همینطور شما دیدید در هفته گذشته قطعنامه‌ای که کانادا نویسنده پیشنویسش بود در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که تمام کشورهای عضو در اون هستند هم دوباره رأی آورد برای چندمین سال پی در پی که لیست بلند بالایی از نقض حقوق بشر در ایران در این قطعنامه هست و ایران رو برای این مقدار نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف محکوم کردند. این ماجرا ببینید ظاهرا ممکن است که آقای خامنه ای به خودش بگه که خب بذار از این قطعنامه ها بدن، کاری با ما نمیتونن بکنن، ولی این رو نمیدونن که وقتی چنین جوی هستش و حکومت این وحشیگریش نسبت به مردم، خشونت و سبویتش نسبت به مردم در مجامع بین المللی اینطور بر آفتاب افکنده میشه و همه میبینن، اون وقت زمینه افکار عمومی برای برخوردهای شدیدتر کاملا مهیا میشه. در امریکا سنجش افکار نشون میده که اکثریت مردم امریکا اولا حکومت ایران رو منفورترین حکومت دنیا میدونن و بعد هم هر نوع برخوردی باهاش، حتی برخورد نظامی رو در اکثریت مردم امریکا رأی میاره. یعنی در سنجش نشون میده مشکلی ندارم و طرفدار هستم. این جور ممالک مثل امریکا ممالک دموکراتیکه، وقتی عموم مردم چنین عقایدی دارن اون وقت سیاست مدارا تحت فشار قرار میگیرن که برخورد بکنن، چنان که الان آقای اوباما تحت فشاره. آقای اوباما الان برای مذاکراتی که در وین در جریانه و رسیده به جایی که یه فردا و پس فردا مونده و ظاهرا آقای ظریف فوری رفته تهران مشورت بکنه، آقای کری هم قرار شده بره فرانسه و مشورت بکنه با همسایه خودش، گیر کرده. اصل ماجرا هم این است که در تهران آقای خامنه‌ای نمیتواند تصمیم بگیره. ایشون آدم زبون بزدل و غیر مصممی است که با های فشار مختلفی که منافع دارن از توی بیت شما بگیرید تا سپاهش تا بسیجش تا مداها تا پای روحانیون غیرو بهش فشار میارن، مشکل این است که تصمیمش رو عوض میکنه. در دفعه گذشته ایشون سه دفعه حرفش رو عوض کرده و هیئت مذاکره کننده رو روانه انگشت به دهن همینطوری نگه داشته، دنیا رو هم گرفتار کرده و مذاکرات برای حتی تمدیدش که محتمل ترین سناریویی است که ممکنه پیش بیاد تا ماه اسفند تمدید بشه، دولت اوباما در امریکا به شدت زیر فشاره. ناراضیان و میگن که این تمدید و وقت تلف کردن فایده ای نداره. بنابراین بحث تحریم های جدید دوباره در دستور قرار گرفت. بله البته اشاره کردین اکثریت افکار عمومی آمریکا حتی به حساب گزینه جنگ رو هم مورد تایید میدن که ما امیدواریم وضعیت رو به جایی نرسه که ایران درگیر جنگی دیگه بشه یا حمله به ایران بشه. قطعا تمام ایرانیانی که خواستار وضعیت بهتر برای ایران و مردم ایران هستن بدون هیچ تردید مخالف هر گونه جنگی هستن و هر گونه حمله نظامی هر کس هر کشوری به ایران. اما در پرانتز باید گفت توجه داشت که چه کسانی ایران رو به یک همچین جاهایی میکشونن. آیا حکومت ایران در این ماجراهای ماجراجویی ها نقش نداره؟ خطراتی که متوجه ایران هست آقای نوری زاده. جناب چالنگی، شما وقتی نگاه میکنید این مغزهای کوچک میان فیلم درست میکنن 7 دقیقه تلاویف، ما تو 7 دقیقه تلاویف با خاک یکسان میکنیم.
این شعارهایی که میدن پهپاد درست کردیم آرکیو 170 که یه حقه بازی بیش نیست، اینایی که دارن میدن این نشون میده این رژیم عین اون هرمله صبح تا شب داره عربده میکشه جنگ. اما شما مطمئن باشید یه گلوله دره تمام این آقایون سوراخ موش و یه ملو میخرن میرن توش. این عربده کشی ها و این ماجراجویی ها یه تصویر یکی درست کرده فرستاده که بعد توی تلویزیون روسیه هم پخش شد، آقای احمدی نژاد در کنار آقای نتانیاهو گذاشته سخنرانیشون در سازمان ملل، نوع دست بالا بردن، حرکاتی که با هم دیگه میکنن چیزی شبیه هم، یعنی آقای احمدی نژاد آقای خامنه ای مجال میدن اسرائیل افراطی بشه. ولی تو اسرائیل یوسی بلین الان نخست وزیر بود، خانم لونی نخست وزیر بود، آقای شیمون پرز بود، امثال اونا بودن. این افراطی که در ایران وجود داره متاسفانه فضا رو رادیکالیزه کرده، افراطی کرده. سعودی نگران فرداشه که اگه اینا بمب داشته باشن، اماراتی نگران فرداشه، بحرینی انتخابات داره برگزار میکنه، نوکرای رژیم تحریم کردن، دعوت کردن به تظاهرات آشوب. هر طرف تو عراق الان، شما الان عراق رو نگاه کنید، آقای عبادی کمی از خودش استقلال نشون داده، میبینیم ارتش عراق داره جلو میره، فرماندهان فاسد وابسته به مالکی رو برداشت، فضا داره بهتر میشه چون جلوی مداخلات جمهوری اسلامی مقدار گرفته شد. این رژیم، این شعارا، این تظاهرات، این عربده‌کشی ها، اینا فقط واقعا میخوام بهتون بگم یک سوزن فقط به این باد بخوره این باد خالی میشه و میبینیم اینا در چه شرایطی هستن. قدرتمند ارتش ما، نیروهای سپاه، بسیجی، مردم رفتن خرمشهر رو آزاد کردن. بعدش آقای خمینی به فکر آزادی قدس بود در راه کربلا، نتیجه چی شد؟ خفت، جام زهر. امروز در مذاکرات اتمی ما در یه شرایطیم، یه رئیس جمهوری به نام اوباما هست که میخواد این قضیه رو حل کنه، انقدر نمیگن نمیگن تا یه نفر بیاد تو کاخ سفید که تو دهنی بزنه به جان که بیاد بشینه مسئله حل کنه. الان موقعش بود که اینا تفاهم اتمی رو میکردن، این مردم هم یه کم آسایش بهشون میدادن، وعده هایی هم که آقای روحانی داده بود عملی میکرد. حالا ببینید به چه روزی خواهیم رسید. آقای سازگار یه دو دقیقه کمتر وقت داریم. ببینید منم در مطلبی بهش اشاره کردم که در تهران یک نیروی یک پارچه برای تصمیم گیری واحد وجود نداره، یک موزاییک قدرته، هر جنای منافع مصالحی و بر اساس اون است که ایران رو هم درگیر یه همچین وضعیت هایی کردن و همش به زیان مردم ایران. تفسیر شما میشه؟ کاملا کاملا. ببینید الان یک مثالی که همین هفته گذشته اتفاق افتاد، آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی که گربه ملوس آقای خامنه ای است این روزها و راجع به هسته ای ایشون دائما خط میده با آقای خامنه ای، رفت در روسیه قرارداد ساخت 8 تا نیروگاه دیگه هسته ای رو با روسا بست و اون آقای کریانکو که نابغه در واقع جوان بهش میگن و مسئول اتمی روسیه است، گردنش گذاشت امضا کرد که ذخایر غنیسازی اورانیوم ایران رو تحویل روسا بدن، موضوعی که میتونه بنبست مذاکرات هسته ای رو حل کنه و روسا هم خیلی خوشحال و آقای صالحی اعلام هم برگشت تهران، تغییر تصمیم و تذبذب آقای خامنه ای، ایشون در تلویزیون مصاحبه کرد گفت اصلا شایعه است یک گرم هم اورانیوم بیرون نمیره، یا ایشونی که میگفت حل بشه دوباره اومده میگه ما هیچ بازرسی ویژه ای هم نمیپذیریم و یا تحریما رو باید یکجا بردارن. از این حرفایی که به قول معروف میگن تو مملکت سگ میزنه گربه میرخصه، یعنی هر کی صبح بلند میشه یک چیزی میگه برای مذاکرات و اشکال کار اینجاست که فقط نمیگن، هر کدوم هم کانال خودشون با آقای خامنه ای رو دارن و این آدم مذبذب رو هم دائما تصمیماتش تغییر میکنه. در نتیجه ماجرا به جایی رسیده که حل نمیشه و من هم فکر میکنم اگر به نتیجه ای نرسن و تمدید بکنن ماه ژانویه که کنگره جدید بیاد دیگه دولت آقای اوباما رو که الان سر مسئله خط لوله نفت و سر مسئله مهاجرت هم به شدت باهاش کنگره درگیره، در گوشه قرار خواهند داد و تحریم سختری تصویب خواهد.
با سپاس از شما آقای سازگارا در واشنگتن و با سپاس از شما آقای نوریزاده در استودیو ایران فردا لندن. سپاس گذارم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کرکسکو در اصفهان و کوهساران زاگرس، دراک و الوندکو و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.